نیستم. دست نوکه نسیم آیا همدوانه. سیمی حال چطوره؟ حال خندمونه تو خونه چطوره؟ خدا رو شکر. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه گیلانی های عزیزمون، به خصوص مردم عزیز دل رودبار و منجیل. موافقین؟ بله. افتخار شد. عالیه عالیه، خدا رو شکر. کیا دفعه اولشون اومدن؟ دین 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 دین. کیا خانوادگی اومدن؟ دین 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 دین. آفرین، چقدر عالی. من کیف میکنم خانوادگی میای. خدا رو شکر، احساس خانوادگی به خودمم دست میده. دمتون گرم و خیلی خوشحالیم که در خدمت شماییم. یه شب دیگه خندوانی رو با هم شروع میکنیم. اونهایی که دوی بامداد میبینن، اونهایی که هفت صبح میبینن، یازده صبح و پنج بعد از ظهر. در نهایت همه تون خیلی با حال خندوانی این دوستتون داریم. خب بریم برای خندیدن. مکس نکنیم، نفس رو بکشید توی ریه ها. الا شعرا نماز بکش تو پارتیش کن. خب مسابقه پیامکی هر شب رو میخوام اعلام بکنم. دین دین با حاله نه؟ خیلی کیف میده. سوال اینه، خندیدن واقعی معادل کدام یک از این گزینه هاست که اعلام میکنم؟ یک، فرار از واقعیات زندگی. دو، آزاد کردن ذهن. سه، فراموش کردن بخشی از خاطرات بد. چهار، هیچ کدام. با هر کدوم موافقید عددش رو ارسال بکنید. پس خندیدن واقعی معادل کدام یک از این گزینه هاست؟ فرار از واقعیات زندگی یک رو بفرستین، اگر فکر میکنین آزاد کردن ذهن دو رو بفرستین، اگر فکر میکنین فراموش کردن بخشی از خاطرات بد سه رو بفرستین، و اگر فکر میکنین هیچ کدوم چهار رو بفرستین. همه هم به 3500 ارسال بفرمایید. سلام عرض میکنم به علاقمندان خوب و دوستداران به ورزش توپ و تور. این بار هم میریم دوشک اف. خیلی عجیبه که دوشک اف داریم مسابقات توپ و تور انجام میدیم. و این بار هم داور جذاب و با دسپلین ما به همه سلام میکنه و میگه که من شوخی ندارم، مستعدم، پول میگیرم، کارم میکنم، به کسی هم کاری نره، هر کسی بخواد بگه. حالا میگه تو بلند شو، به من میده توپو. عجیب بود که توپو داد به کسی که گزارش بکنه بازیو. میگه تو هم بلند شو بده من توپو. میگه برای مثال چنبال، چنبال میگه بپر، راست میگه بپر، بپر کوچولو بپر. میگه تو بپر، تو که میدونی بپری، بشین پس. مشکل یه جای داره کار میلنگه. میگه تو بشین، تو باشو، تو که تو میتونی بپری. میگه منو ببین، میگه منو ببین، میگه میتونی اینجوری کنی، میتونی اینجوری پاشو زنی، پاشو زنی. میگه نمیتونی اینجوری، میتونی بکنی یا نه؟ میگه نه. میگه بشین، باید بشینه پس، یا بشین یا اخراجت میکنم. تو بلند شو اینجا، حالا ببینم تو چه کار میکنی. وایسو ببینم، امضا کردی، وارد این رضایت دادن و چه جوری من ندیدی؟ اگه رضایت ندادم من باید ببینی و بتونی بازی کنی. میگه توپا میدم به تو، بنداز به اون، بنداز سری 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 سری، بده من. اینجوری نمیشه. میده به من توپا. میگه ببین این کار باید بکنی، مثلا اینجوری، مثلا اینجوری، مثلا اینجوری، مثلا اینجوری، اینجوری، اینجوری. میتونی بکنی؟ نه. میتونی این کار بکنی؟ نه. میگه اینجوری بکن ببین. میره به رامباد جوان. چقدر عجیب. رامباد جوان یکی از بهترین بازیگرای خوب ارزنده کشورمونه. عجیبه که در ورزشگاه میگه
متوجه نمیشه حرفش رو آمده جواب میگه باید بری بیرون و نباید تو پا میگرفتی حالا که من دادم کاریه که شده تو نباید بگیری من چی کارم؟ میگه من چی کارم؟ من اصلا کاره نیستم من تماشاچی هم بلیط خریدم و میخوام بسکتبال هم ببینم اون چی میگه ربطی نداره به من بره بیرون بره بیرون کاریه که شده نباید میگرفتی حیف که رامباد جوانو با این وضعیت از بازی مسابقه انداخت بیرون داور اصلا شوخی نداره حتی با تماشاچی باز میده به اون میگه ببین تو اصلا میدونی ستاره 724 مربع چیه نه نمیدونی میدونی چه کارایی میشه باش کرد نمیدونی میدونی قبض و فلان میشه نمیدونی نمیدونی تو پس همینه که در این مسابقه میبازی و باید بری حالا زیر خمشو میگیره حالا زیر خمشو میگیره حالا زیر خمشو میگیره و میتابونه میچرخونه و باید بخوابونه و حالا باید به تماشاچه بگه دست بزنن با تو و دست 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 حالا برگرده باشی و برمیگرده بسته میگه میده به من دوباره توپا حالا میگه خیلی خوب بسته دیگه بازی برای امروز بسته و اصلا نتیجه مسابقه رو دوست نداشته میگه بشینیم همه پایین دوره هم و یه کیفال دیگه ای بکنیم میگه مثلا برای مثال آلمان کلاچی رو بازی میکنیم تو اسکاچی آلمان کلاچی تو اسکاچی آلمان کلاچی حالا تو آلمان کلاچی تو اسکاچی آلمان کلاچی میگه یاد بگی چیکار میکنی میگه اینو بزن میگه بزنمت من انگار متوجه نمیشی میگه اینجوری ببین مثلا ببین آروم میگه اینجوریه به همین سادگی حالا تو اینجوری بکن هی اینجوری بزن راه به جای نمیبره و باز باید اخراجت کنم میگه تعویض و اصلا بریم روی تشک دیگه بریم روی تشک دیگه میگه بریم ما رو ببرید اگه میتونید ما رو ببرید بلاش بریم 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 ما میخوایم بریم و کسی گوش نمیده به حرفمون کاش میچرخید و میرفتیم میگه بریم اینا این داور و این گزارشگر تو گزارشگر اون داور همه ورزش ها رو داوری گزارش میکنه باشگاهمونه ما ناچاریم کشتی بودین که باشه الان توپ و تورم را انداختیم باشه تبریک میگم حالا والیبال توش هست بسکتبال توش همه چی آفرین و داور مهم آقای جوان بله فهمیدم بعد دو نفر بود ما قدیم دستتون درد نکنه عضو داشتیم الان شده چهار نفر گزارش لندن رو داریم خندوانه‌ای ابوالفضل لطفاً بریم بیایم ببینیم خندوانه خندوانه وقتی خیلی ناراحتیم همه چیزو بسپاریم دست خدا خدا خودش همه چیزو حل میکنه سلام خندبانه های عزیز به یکی دیگه از برنامه های خندبان خوش اومدید با ما همراه بید پاریس روم او بابلسر بندرانزلی بندرانزلی very good بابلسر بابلسر I'll go with Paris sorry Paris بابلسر okay Katie Schmeichel David Seaman او احمد رضا بزاده احمد my favorite yeah احمد رضا بزاده احمد رضا احمد something Abed Zadeh, are you? Yeah, I know that guy, Ahmed. Just call his name, Abed Zadeh. Abed Zadeh. Abed Zadeh. Abed Zadeh, yeki dige. Yeki bud, yeki nabud. Louder. Zire, zire gombade kabud. Sing with me. Zire gombade kabud. Zire go, yeki nabud. Zire gombade kabud. Roube rouye bache ha. Shahre khub. Shahre khub. Begase bud. قصه بود آقای حکایت اسم نست اسم قصه گوی یه ماست یه ماست very good come on round of applause very good well done have you got an evil laugh you can give us louder come on more energy look at the camera and a lot more very good friendly laugh It was from family guy, come on. That was really good, go for it.
Okay. And lastly, I'll move out of the way, and I want you to give me a childish laugh. Get the child within out. Okay. There you go. Come on, is that your child within? Yeah. A bit more. The car running. Okay. Invisible wasp or invisible fighters? Very good, yeah. Very good. Come on, guys, that was really good. That was the best performance so far. خیابون که تو روز تو شباش زندگی همیشه جریان داره، یه عالمه بچه با معرفت، یه عالمه کاسب خوش رو داره، یک بار دیگه با ما هم سفر باشید در سفر به استان زرخیز خوزستان، جایی در حوالی اهواز، در شهر زیبای اهواز و با برنامه خندمانه. اگه دراز کشیده باشی میشینی، اگه نشسته باشی پا میشی، اگه واسطه باشی میپری بالا، اگر که دهنه دسته باشی باز میشی، اگر سکوت کرده باشی یهو صدا در میاد، یهو میزنی زیر خنده، یهو داد میزنی، یهو دلت میخواد بلند شی بغل دستیتو بغل کنی، یهو دلت میخواد قهقهه بزنی، داد بزنی، آدرنالینت میره بالا. واقعا چه اتفاقایی باید بیفتن تا حال آدم اینجوری به و لیمو با عطر نعنا بشه؟ چه اتفاقایی زیادن. یکیش تلویزیون رو روشن میکنی، میگه یک بار دیگه بلند قامتان پر افتخار ایرانی پرچم پر افتخار ایران رو بر بالاترین قله های افتخار به اهتزاز در آوردن. و اینجور موقع هست که آدم میگه و اینجور موقع هست که آدم دلش میخواد زیر لب بگه ما خیلی باحالیم. خیلی. میخوام با افتخار دعوت بکنم از یه باحال، خیابون که تو روز تو شباش زندگی همیشه جریان داره، یه عالمه بچه با معرفت، یه عالمه کاسب خوش رو داره. واقعا خیلی خیلی واقعا خیلی. به من من چطور باید صدا کنم؟
سمد سلام کنی رحمت. لطفاً اجازه میدی. سمد به من بگو که تو وقتی مجبور میشی با آدم رو صحبت کنی در وضعیت ایستاده، با آدم های دیگه غیر از بچه های تیمتون گردن درد نمیگیری یا اونا آرتروز نمیگیرن؟ چون تو همش اینجوری، اینجا اونا هم اینجوری هن. نه زیاد اصلا نمیدونم، بچه عادت کردیم اونه، ولی خب اکثرا هم با خودتون جوابش میگفتین، بیشتر دوستای ما همه خودتون. من تازه خیلی بلند نیستم واقعا. راست میگی؟ واقعا مثلا متوسط یه ذره شاید پایین ترم دوستام اینا. قد متوسط از نظر تو چنده؟ متوسط چی؟ متوسط از نظر تو؟ دو متر فکر میکنم خوبه دیگه. یعنی من الان چی هم نه آخه من اصلا دو نمیتونم بخندم. یک و هشتاد. یک و هشتاد. هشتاد و پنج. هشتاد و پنج. این متوسطه؟ هشتاد و پنج واقعا دیگه متوسطیه. آره آره باشه. وزن چقدره؟ 96-7. ماشاءالله. قدت چقدره؟ 198. 98. میگم یه ذره من اگه دومت بودم مثلا هیچ غمی نداشتم. این دو سانت تاثیر داره؟ خیلی فرق می‌کنه دیگه. مثلا شما مثلا قدت چقدر میگی دو متر؟ آها چیزه رونده. نه اصلا یه عددی اون میلیمتری یه دو اول. آره اون دو. 198 الان. آره. حتی با کفش دو متر هستم ولی. آها. آره کفش دو متر. کفشم کوتاه یکی دو سانت بیشتر. اینا با کفش. تو دو متر هستی با این کفش؟ با این کفش دو متر هست. با این کفش دو متر هستی. کاش چیز میکردم، کاش از این چوبا به پا میبندن اینجوری اینجوری راه میرم، کاش با اونا میومدم. تمرین اینا باید میکردم سخت بود البته. خب به من بگو که چقدر اهل خنده، چقدر اهل شوخی، چقدر اهل زیاد واقعا. آره؟ واقعا چی باحال؟ چون ما اصلا واقعا حالا ورزشکارا شهرتون همش تو اردو اینا هستیم، یه ذره سختی دور از خانواده ایم و کلا همش تمرین سخت، ولی خب چون با یه سری آدمی که دوستیم خیلی صمیمیم کلا همش با همین، خب همش خنده و شوخی اگه نباشه واقعا نمیگذره. ولی خب از این بعضی وقتا خب خیلی زیاد میشه و تیمای ما داره کنترل کنیم شوخی زیاد میشه. شیطنت میکنین تو اردو با هم دیگه؟ الان میکنم الان هم، ولی خب قبلا بیشتر بودن. این مقداری مثلا حالا چه من شدم کاپیتان اینا، یه مقداری هم میگن که مثلا سمت نذار نمیم بچه ها بخوابن شلوغ نکنن نمیدونم فلان کنم، تازه بقیرم باید کنترل کنم حتی در خفا اینا تو اتاق مثلا میخوام، ولی خب زیاد سعی میکنم. این مبصرا دیدی؟ شیطنر میکنن مبصر اون اینجوری هرس بخوره بقیه رو مجبور شه آروم بکنه. بچگی چه جوری بودی؟ شیطون؟ تقریبا دیگه بله. یه خاطره میگی از شیطنت بچگیت؟ اول که خیلی فرق میکرد زندگی بچگی ما، حتما شما همینجور، ما همش تو کوچه بودیم و با بچه ها بازی میکردیم. الان اصلا نمیکنم بچه ها شوخی ها. ما تو کوچه خیلی بازی میکردیم. یه یادم که یه پنجره بود که از این ساختمون ها بود که مثلا طبقه پایین بود تقریبا زیر زمین بود. روز قبلش بچه ها از دور با سنگ مثلا هدف میگرفت و هی میزدن که حالا میخوره یا نمیخوره، سنگای کوچیک و اینا. بعد منو برادرم فرداش شده بود داشتیم میرفتیم یه جای سوپر چیزی بخریم و برگردیم، حالا ما نمیستم که پنجره دیشب بسته بود الان بازه پشتش و اینا فقط توریه، یه مشت سنگ برداشتیم و سنگ اینجور زدیم تو شیشه. من گرفتم یه خانمی داره جیغ میزنه وای نمیدونم قضا و نمیدونم اینا، فرار کردیم ما. خب همه میرسن که خب خونه این دوتا کجاست. من زر شهرم بودم و بعدم زر ساده تر بود بنده خدا. گفتم ببین ما لباسامون با صورتامون میشناسن، بی تیشرتامون عوض کنیم. نمیفهمه دیگه، مثلا میگه اون لباس مثلا قرمزه، خب صورتش یه جوری دیگه بود، تو زردی یه جوری دیگه بود. اونم گفت باشه، من میدونستم که منو دیده بود، اونو ندیده بود. و تو این از روی شیطنت انجام دادی؟ یه ذره البته شاید من در اصل فکر میکردم که واقعا شاید نفهمه مثلا خب. بعد ما قایم شدیم تو پارکینگ و اومد در خونمون رو با بابام دعوا، بابام که قبول نمیکرد که بچه‌ها من اصلا اشتباه نمیکنن. نه بچه‌ها من خانم اشتباه میگه، چه از طرز حرف زدنه بچه‌ها من نبودن. ما تو پارکینگ رفتیم سر میگفتن، گفت آ اون لباس زرد اون بود. بعد آیدین من اینجا نگاهی کرد، من گفتم آیدین تو بودی دیگه، برو جواب بده. بابام گفت تو بودی؟ گفت نه چی قبول میکرد، من کوچیک‌تر بودم ازش قبول میکردم، هیچی نگفته. ولی بابام خیلی دعواش کرد و همش هم من گفت تقصیر تو بود، تو رو دیده بود. ولی خب یه سر از این چیز زیاد بود قبول میکرد من معمولا. سپر بلای خوب این یکیش بود، از این کار زیاد میکرد. حرف آیدین شد، میخواستم خیلی راجبش چیزی نگم.
دیگه زندگیه دیگه، اتفاق میفته دیگه. بعد میگم من خاطرات بچگی شما گفتین، خب ما چون تقریبا همسن بودیم، خب همش با هم من هر چی خاطری دارم تو ذهنم میاد که بگم همش اون بوده. راست میگی، زیاد فرق میکنه دیگه، عادت کردم. من روح شاد باشی. مرسی مرسی. آره بابا، آره اتفاق عجیب بود. به قول تو زندگی دیگه همیشه که چند تا خواهر برادرین اصولا همین دوتا بود؟ همین دوتا بودیم. دوتا بود. صمد از چه چیزای حالت بد میشه؟ وقتی میبازم اینا خیلی ناراحت میشم. خیلی ناراحت میشم واقعا. بالا سعی میکنم که مثلا یه جوری چیز، ولی خب خیلی رقابت طلبم و اینا خیلی اذیت میشه. یکی اینو بعدم مثلا میبینم یه کسی به کسی زور میگه اینا ناراحت میشم. خیلی وقت میگم مثلا نکن تو، چرا میگی حرف میزنی؟ یا یه چیز حرف جالبی داریم ما ایرانی، من سیاست مدار با چیزی نگو، من نیستم. خب میگم واکنش نشون میدی خیلی راحت سری چیزی اصولا تهاجمی نه، توی بازی خیلی خب مثلا باید اینجوری باشیم مثلا، ولی نه بیرون نه، خیلی هم تو آرومم. این حال دعوا با اینا نیستی؟ نه اصلا واقعا تا حالا دعوا نکردم. تا حالا واقعا دعوا نکردم. خب یه ذره سخته با تو دعوا کردن. نه خب بچه ترم بودم دعوا نکردم. یعنی قضیه فقط نیست که تو هستی یا نیستی، دیگران هم باید دلوی چش دارن میبینن. نه زیاد ترجیح میدن نکنن این کارو. نه زیاد بیرون آخه کنترل خیلی راحت میتونیم، یعنی اکثر فکر کنم ورزشکارا چون ما تو خیلی تنش‌زا کاری که میکنیم دیگه، اتفاقی که بیرون از مثلا زمین بازی میفته خیلی اونقدر آدم رو ناراحت و عصبی نمیکنه. میفهمم. وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی؟ بلغات چیه که حالت خوب شه؟ من میگذرم رو شم، اعتقاد دارم، حالا اکثر بزرگا گفتن که زندگی ها نچیدن برای ما که همه چی اون چیزی که من دوست دارم باشه. آره. من واقعا به این اعتقاد دارم. آره. که خب یه سه چیزا رو من تو زندگیم دوست دارم، یه سری ندارم. اونایی که ندارم اگه بخوام بهشون فکر کنم نمیتونم از اون لذت ببرم. البته ناراحت میشم یه مدتی کوتاه، ولی سریع سعی میکنم برم روی اون فازی، اون چیزی که دوست دارم، کاری که دوست دارم، کاری که خوشحالم میکنه. تمرین معمولا مثلا تو زمین مثلا بازی که میرم هر چقدر مثلا ناراحت باشم تو زمین تمرین اصلا کلا به هیچ چی فکر نمیکنم، اون خیلی راحت میتونه فاهم. ولی غیر از اونم مثلا بعضی وقتا میرم فیلم نگاه میکنم با خانواده، با زن و بچه اینو بازی کردن و اینا. خیلی بچه داری؟ بله بله. چی؟ یه دختر دارم. چی باهاش؟ اسمش چی؟ ویانا. ویانا و سه سالشه؟ سه سال و نیم نزدیک چهار. حال میکنی باهاش؟ اون فکر میکنم خیلی، یعنی هر وقت خیلی ناراحت میشم مثلا من وقتی که میبازم مخصوصا قبلا، خب مثلا 3 4 روزی کلا کسی نزدیکم نمی اومد و حرف نمی زدم، ولی الان مثلا اون که نمیفهمه چیزا رو میاد منم سریع میتونم فراموش کنم. چه باحال. خیلی خوب. آره بچه‌ها این خصلت رو دارن، مثلا یهو حال بدو تو هوا محوش مثلا یه چیز یه جور دیگه فکر میکنن زندگی میکنن. بعد آدم وقتی میخواد با اونا مثلا بره جلو و بعد مثل خیلی خوب اگه میتونستیم همه مثلا آره. مثل اونا زندگی کنیم. به نظرت اینجوری نیستش که ماها عادت کردیم که، یا ماها انگار بلد نیستیم که از حال بد زود بیایم بیرون؟ فکر میکنیم جسته، فکر میکنیم نه من الان حالم بده بعد تو حال بد بمونم، در صورتی که اون درسته، بعد بیای بیرون فکر میکنم. یه مقدار فکر می‌کنم بعضی وقتا من نمی‌دونم، شاید همه جور نیستم، ولی بعضی وقتا یه سری مظلوم نمایی هم می‌کنیم، مثلا دوست داریم که مردم حالش بده مثلا بیچاره ولش کنه، مثلا هر چی می‌خواد بهش بدین، حالا ناراحته مثلا صمد امروز عصبانیه مثلا کسی چیزی نگه، مثلا تمرین آقا هر کاری صمد بکنه خطا است، تو پاش گله. می‌کنم بعضی وقتا از این کارا، ولی خب شاید خوب نیست، یه توهمی می‌تونه باشه. آره درست میگی. آره حال بد توجه جلب می‌کنه. حتی حالا خوبم توجه جلب میکنه. قطعاً خیلی بیشتر. خیلی توجه جذابتر و بزرگتریه. ولی خب نمیدونم. یه مسابقه یه پرتاب حلقه با هم بدیم. پرتاب حلقه؟ آره. اینجا چه حلقه بدیم؟ بیارین پرتاب حلقه رو وسایلش رو بیارین. آه از اینه که با بندازیم روی من میوازم. چرا؟ اینا که بیا بیا. آره از اینجا ها؟ از اینجا کنم که تو دستات خیلی بلنده، بعد چیز بشه. اون مگه سر رفت اونجا نشست آتیش باره آیه چا حسینی باشه. اون شاخه بالاییه 20 امتیاز، اون یکی یا بقیه شاخه ها یعنی شما میندازین؟ 10 امتیاز ها؟ یعنی شما میندازین؟ مطمئنی که میندازین؟ که امتیاز هم بشه؟ خیلی اگه یه دونش افته نمیافته. ولی مگه سر دارید دگون نمیخوره؟
الان چند امتیاز شد؟ 20 من اصلا نمیتونم بنویسم. آخه تو که قهرمانی الان شما قبلا این بازی کردی دیگه. مثلا شاید هر روز مثلا با نه نه هر روز واقعا نه با مهمونات بچه دیدی تا کجا بود سرم؟ خب برو وای نه من خیلی ناراحت شدم آها راست میگه با روحیه که داره الان خیلی ناراحت میشه یه بار دیگه بنوس آها شما الان بنوس میخوام من مزو ببرم نه بیا اینا امتیاز منفی داره اه رامبوت ولی فکر ولی فکر از قصد این کاری کردی که نه باور کن من اصلا اهل این نونور بازی ها که من خواستم اهل اون بازی ده بابا من بخوام ببرم دیگه باره بودم دیگه بهرامی عزیز اینجاست داری معاشر آه هندوانه میل میکنی؟ مرسی خیلی ممنون نه بابا اصلا بابا میزبانی مزه داره میزبانی کیف داره اونم مهمانی مثل شما اینجا باشه آدم میزبانی رو ندیده بگیره این کافیه؟ بله 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 زیاد هست چقدر غذا میخوری؟ بعده غذایت؟ زیاد نمیخورم من البته یعنی شاید نسبت به بقیه بیشتر بخورم ولی کلاً زیاد غذا زنده میخوام اصلا تمرین که نمی کنم یعنی روزی که تمرین میکنم اصلا خیلی کم میخوام آشپزی چطوره؟ هیچی بلد نیستم درست کنم هیچی؟ نمرو چیه خیلی دوست داری؟ من کشت و بادم جون رابطت با طبیعت چطوره؟ خیلی دوست دارم ولی واقعا زیاد مثلا فرصت نیست که برم اینا ولی مثلا معمولا ترجیح میدم اگه یه تایمی دارم که مثلا استراحته برم جایی که مخصوصا جنگلی تره جنگل بیشتر دریام زیاد نه جنگل بیشتر جنگل بیشتر کوه و جنگل کوه و جنگل آره خیلی کیف میده منم دوست دارم نه البته همه‌شو دوست دارم ولی راست میگم منم کوه و جنگل بیشتر دوست دارم چیز از حیونا میترسی نه اصلا. نه نه از هیچ حیونی نمیترسی حالا مثلا یه شیر و پلنگ بیارین خب میترسم میخورتم یه لحظه اگه من نخوره نه تو نمیترسی سگ و گربه و موش و اینا نه سوسک نه نمیترسم ولی خیلی هم مثلا
سوسک خونگی نگه نمیدارم مثلا یه روزی تو خونه یه سری سوس. آخه ما اینجا نسبت به سوسک هم واکنش داریم، مثلا سوسک بالداره هست دید با شکم هم میان سمگر منم میان طرف آدم کاهش هم همه اینجوری دست باشه اینجوری یه سری خرین اینجوری عجیب سوستن حیوانی که طرف آدم میاد. آره فرارش اصلا فرار بر معنی نداره براش، به ترسونی به ایخ میاد سمت اک چیز کوفتیه. ولی جالبه میگن خیلی هم تمیزه، میگن وقتی که از چاه حالا فاضلاب و اینا میاد بیرون خودشو میشوره، خودشو چیز میکنه. آره آره میگن خودشو چی میگن ضد عفونی میکنه با مایه که از خودش ترشح میکنه. مایه هم که حتما هم بعد ببین سمت اینم بذار بگم، اینم بذار بگم تموم شه اطلاعات من راجع به این موجود. میگه دارم خودزنی میکنم، میگه اگه در حال مرگ باشی از گرسنگی بتونی یه دونه سوسک بخوری 24 ساعت زنده نگهت میداره، خیلی کالری بالایی داره و پروتئین داره. چرا این اطلاعاتی کسب کردی؟ از بس ازش بدم میاد. من راجع به دشمنام اطلاعات زیاد به دست میارم. آره هندوانه میل کن. مرسی. شده توی وسط بازی خندت بگیره؟ بله. بله. اونو میل کن. بگی بعدش من. بگو. اتفاقا خنده زیاد میفته دیگه توی بازی. مثلا بازیکن حواسش مثلا بهش پاس میده تو مثلا میخوره تو صورتش. مثلا خنده میخوره مثلا به داور، داور مثلا میره تماشاگرها. نمیدونم. مهدی کامرانی که همیشه مثلا یه بازی داشتیم می‌کردیم، حالا کجا بود فکر کنم مثلا 2 سال پیش اینا بود. ما یه گل خوردیم بعد اصغر کاروس هم که میشناسین شاید بله بله. خیلی گنده و بزرگ بود. اصغر خیلی قویه واقعا. بعد سریع اومد توپو شروع کنه که مثلا یه گل خوریم سریع یه زدن بهشون بزنیم. سریع علی بیرون خیلی فاصله خیلی نزدیک داشت با مهدی. خیلی هم زود توپو محکم زد تو صورت مهدی. بعد مهدی هم یه دفعه باز فکر نمی‌کنه خیلی ساده من فاصله هم سرش رو اینا ممکنه صورت توپو افتاد وسط زمین. اونا گرفتن دوباره یه گل دیگه به ما زدن دیگه می‌زنیم. بعد حالا مهدی بازی رو کرد دنبال اصغر می‌کرد. که بابا مثلا یه متر فاصله داریم. بعد همه گفتن مهدی مثلا بازی رسمی بین المللی همه دارن نگاه می‌کنن. مهدی مثلا آروم مثلا نیمکت خودم شما چیز نگی نمیدونی توپو زد تو صورت من اعصابش خورد. بازی قطع شده و دنبال مهدی دنبال اصغر. حالا اصغر مثلا خب خیلی قوی تر از مهدی ولی خب خیلی مثلا بچه معجوب بهش. آره. مثلا آقا مهدی مثلا من سنش هم از مهدی خیلی کمتره. آقا مهدی من از قصد نزدم چون قاطی کرده بود مثلا تایم اوت گرفت مربی اون بازی بیانیم کرد. که آرومش کنه. مثلا خیلی برای ما خیلی خنده‌دار بود. شما می‌خندیدین آره. ولی ما اصلا نمیتونستیم مثلا حذف کنیم از صحنه. دلت می‌خواد الان از اینجا به کی که اینجا نیست یه جمله بگی؟ خب حتما خوب به خانمم میگم دیگه. خب چی بهش میگی؟ میام جاش خالیه دیگه کاش اونم میومد میخندید یه ذره دیگه. آره. و اینکه خب بالاخره خیلی خیلی واقعا سخت تحمل میکنه واقعا. هم بچه حالا قبل از اینکه بچه نبود که خب خیلی مثلا من همش تو اردو مسابقه و نبودم واقعا نیستم ولی خب الان که بچه‌ام اضافه شده خب هم من نیستم هم بعد بچه رو نگهداری کنه بعد اونم بهش برام بیشتر تایم میشه بچه و من میام خونه بعد باز مثلا همه کارا رو میکنه ولی خب بالاخره من از این سرم برام چه سره ناراحت میشه حتما ولی خب جاش خالیه. سمت اگه بخوای خودتو تعریف کنی برای ما یعنی بگی کیم من چه مدل آدمیم بدون رو دروازه اینا ها خیلی راحت. من خیلی با پشت کارم واقعا که خیلی شاید بگم ایده های بزرگ و مثلا فکرهای بزرگ تو ذهنم دارم همیشه خیلی تلاش میکنم که بهشون برسم واقعا مختلف خیلی کارها مختلف با هم زیاد انجام میدم و اینکه تو کارم هم خیلی جدی هم ولی بیرون از کار فکر میکنم که آدم به قول خودم پایه خنده هستم حتما. الان بزرگترین آرزو چیه؟ دلم خب مثلا برمیگشتم 10 سال پیش چیکار میکردی؟ چیکار نمیکردی؟ خب افسوس داری تو زندگیت؟ نه ولی مثلا فکر میکنم که خیلی کارها رو میتونستم بکنم نکردم اون موقع خیلی مهم نبود یا مثلا انجام دارم خیلی سهوی و مثلا نمیدونم ظاهری بود خیلی تو عمقش نرفتم برمیگشتم 10 سال پیش اون امکانات دارت و اینا رو بیارین
دارت من واقعا خیلی خوب نیستم. اونو فکر کنم میبرین شما. اینجوری بزنیم که الان باز یه بار دیگه میگم از دوستان فدراسیون دارت به من زنگ زدن و ارتباط برقرار کردن، خیلی ممنونم ازتون. به زودی قرار میذاریم که یاد بگیرم ازتون. گفتن ما حاضرین بیام اونجا بهتون یاد بدیم که اصولی این کار رو انجام بدین. خب حالا در صورت ولی سمت فرض بکنیم که چیزی که دارتی که به مرکز نزدیکتر بشینه اون برنداش امتیازی هم نیست. آره امتیازش محاسبه نکن. شروع کنیم؟ بله. من شروع کنم؟ بله. دستم کج بود من. دستت کج بود؟ میرفت اون ور. یکم تلف گرفتم رو 11 افتاد اونجا. ولی جان من دیدی اصلا چه برم؟ اینجوری شه. واو. منم اینها دیگه این منم این توی یه دایره است. خیلی خوب دیگه تو دایره نگاه کن عقب‌تره دیگه. من فکر کنم باید خطکش بیاریم. آقا یه خطکش یه چیزی بیاریم. وای خدا اینم گیره نمیشه چیز رازیش کرد که باخته. آقا منم دیگه سمت جون نگاه کن. آقا ما اینجوری اندازه کنم. مال شما نیست. مرکز دایره کجاست؟ آخه مال من کمتره دیگه. چی شد؟ این میشه تا مرکز دایره. آره دیگه خب. مساویه یه ذره بهتر. عزیزم من نزدیکترم. بله یه میلی متر. خیلی خوب. حتی اونم حاضر نیست قبول کنه الان دق میکنه. آخه خدای شکرت. منم باید وسایل بازیمو میآوردم. چی داری؟ دو تا چیز میآوردم بالاخره. آره. و من بند کفشم ببندم. باشه باش. یکیشو بردارم. یکیشو بردار. گودزیلا، شکیل اونیل، نخ سوزن، آبگوشت، لامپ کم مصرف. حالا اون داشتم همینجوری میخونم اون چهار تا رو فکر کنم لامپ کم مصرفو چیکار کنم. تو تبلیغ تلویزیون برای کم می‌خواستن لامپ کم مصرفو تبلیغ کنن. بعد شکیل اونیل که یه گودزیلایه برای خودش. واقعا هست تقریبا. حالا داشته یه آبگوشتی میخورده حالا مثلا وسط مثلا خیابونای تهران. شکیل اونیل داشته آبگوشت میخورده میداشه آبگوش میخورده یه دفعه یه دونه سوزن براش میارم. یا آقای گودزیلا میشه شما این مثلا نخو هم وسط این سوزن رد کنی؟ اون نمیتونست این کار انجام بده ولی یه دفعه این عمو برقی میاد میگه بابا برقی میگه چون لامپتون پر مصرفه اینجا اگه لامپ کم مصرف میوردین حتما میتونستین این از این رد میشه. خیلی سخته. آره الان حالت چطور اینجایی؟ خیلی خوبه. بس میگی؟ بله. بهت خوش گذشت؟ خیلی انرژی اینجا با آره خدا شد. آره سما جون اینه که جملاتی که میگم کامل کن. همه برای خندوانه جان میدهند. وای چه خشن. یه جوری بود که فقط همه میتونست چه خشن. از وقتی خندوانه شروع شده یه مقداری خندیدن بیشتر به مردم یاد داد. خندوانه را با رامبد جوان شناختم. خندوانه اصلا جاش اینجا نیست. خیلی کوچیکه استودیوتون. ها
بعد این برنامه‌تون تو یه دور به نظر من آره بزرگتر انجام بدید، بعد مردم هم بتونن بیشتر. سری بعد. آهای خندوانه ها بخندید. خندوانه یعنی؟ خندوانه یعنی یک برنامه جالب آموزنده، سرگرم کننده. آموزنده رو گفتم. یک برنامه جالب آموزنده و سرگرم کننده. خیلی ممنونم. تو میدونی که باید الان به تماشاچی توی خونه 5 ثانیه لبخند بزنی، تماشاچی تو خونه به لبخند تو امتیاز بده. آخر هفته این امتیاز جمع میشه، میبینیم صاحب بهترین لبخند هفته کی. 5 ثانیه رو براش میشماریم. اونطور نگاه کن. آم بریم. 1 2 3 5 4 3 2 1 یادگاری به تقدیم میشه. سمر لطفا جایی بذار که ببینیش. این برای ما با ارزش، با عشق و علاقه داریم به تقدیم میکنیم. به علاوه این که 0724 مربع که حامی برنامه مونه، این رو به تو هدیه دادی که من تقدیم هستم. خیلی سلام. سلام. اسم شما چیه؟ من؟ نه شما. من علی هم. نه شما. علی اوجادی. شما؟ من؟ آره. کیا؟ الان دارید کجا میرید به این صورت؟ دری دریچه. چه خبره دری دریچه؟ هدف اونجای دیگه. آخرین تمرینمونه دیگه. آخرین تمرینه. داریم این مسابقات جهانی. کاف 2015 دانمارک. تجربه مسابقات خارجی داشتین؟ بله. زیاد آسیایی مدال داشت. کیا؟ علی قایقران خوبیه؟ راضی هم ازم. راضی؟ راست بگو. اگه خوب نبود تو این قایق نبود. شما وقتی با هم پارو میزنید هیچ شعری نمیخونید؟ ما اینقدر فشار میاد بهمون چیزی خاصیم توی زمزمه. بعد آرزوتون بودی که قایقران چی؟ آرزومون این نیست قایقران که شدیم. آرزومون اینه که سهمیه بگیریم. سهمیه بگیریم. سهمیه المپیک. دیگه هیچی از خدا نمیخواد. دیگه هیچی. زنی، بچه‌ای، خونه‌ای. نه بعدش میمه شما تو. بله. قهرمانشی دیگه همه چی میاد خودش. بله دیگه خوشبختانه. همه چی عالیه، یعنی شما هم خیلی خوبید و با هم رفیقین. آره خدا رو شکر. خب جلوی دوربین و کنار هم که خب طبیعیه اینجوریه، ولی نه همیشه با هم خوبیم خدا رو شکر. نه ما چون توی قایق میشینیم باید علاوه فکری هم با هم دیگه باشیم، مجبوریم که با هم دیگه خوب باشیم. الان تو پارو نزنی کیا؟ علی میفهمه؟ چون من زور میزنم رو قایق. من حتی اگه پارو هم بزنم زوره پارو ما کم کم علی میفهمه. در هر صورت مشخص بعضی موقع هم قاطی میکنه. خندوانه رو دیدین؟ بله. دیدین؟ بله. علیکی نگی، من سوال میکنم. علیه من هر صبح میبینم. من هر صبح میبینی؟ آها. من ندیدم. من چون غروبا که ما تمرین داریم. خواه. دیر میرسیم به خوابگاه و اینا. صبح میبینی؟ ایراد نداره دیگه. آره. آره. ما تکرارشو میبینیم. فکر کنم صبح تکراره دیگه. بله بله. 4-5 بار. بله. من صبح همیشه میرم صبحونه با بچه ها. اتفاقا بچه های اردو بیشتر میبینم. کدوم قسمتشو دوست داشتی؟ کدوم قسمتشو؟ اون قسمت بازیاشو دوست دارم. بازیا. بعد این عروسکم باحاله. تا کی میخواید پارو بزنین؟ ان شاءالله که بتونیم جهانی هم مدال بگیریم. سخته ولی هیچی دور از
دسترس نیست. میشه. کیا تو بگو آرزو چیه؟ من؟ آرزو در این مدال المپیک بگیرم بعد ازدواج کنم. مدال المپیک و ازدواج. آها شرط دختره اینه؟ بله. واقعی؟ واقعی. گفته اگه مدال المپیک گرفتی من زنتو میشم. گفته اگه این فردا مدال المپیک بگیری من زنتو میشم. عجب. منم باید عجب ماجرای چیزیه کیا خیلی تو آره حیثیتیه. آره دیگه به منم میگه دیگه آبرو اون حفظ کن دیگه خانواده زندگیم دست علیه. عجب دست جفتم. چه ماجرای عاشقانه ای داری؟ حتما فوق لیسانس هم بگیرم. فوق لیسانس هم بگیری مدال المپیک هم بگیری. بابا خیلی شهردار و سخت کردی کیا. خب خب علی و کیا بچه ها دمتون گرد. خیلی هم خوب ایشالله فردام برین و نتیجه بگیرین هم تا تش برین هر جور که میخواییم برسیم. فقط شاد و خوشحال و اینا و همیشه با انرژی و تو هم که کیایه بند خدا ایشالله برسیده ایشالله اون مدال المپیک بعدش هم ازدواج. و علی تو ازدواج کردی؟ نه مجدد. تو از این شرط و شرط های عجب غریب نداری؟ والا نه. آره. خدا شو خوبه. آزاد فکرم. خوبه. خوبه. همتون گرم. قربون شما. خیلی باحال بودین و خوش گذشت. شما هم همینطور. ممنون که وقت دادین و اینا و برسید به تمرین. خواهش. مرسی. قربون شما. برید. خواهش از شما. همتون گرم. علاقه‌مندان و دوستداران به ورزش توپ و تور. خب در خدمت داور ارزنده تمام رشته هستیم و می‌خواستیم که نظر خودشون راجع به مسابقه بدونیم. چیکار داری می‌کنی؟ بله. آقای محترم. جانم. چیکار داری؟ مصاحبه می‌گیرم. چیکار می‌کنی؟ خب سلام عرض می‌کنم خدمت علاقه‌مندان و حضوران محترم و دوستداران به ورزش توپ و تور و علل خصوص تمام رشته‌هایی که در کلش این داور سرشناس ورزنده حضور داشته. چه خبر؟ مسابقه چطور بود؟ میگه خوب بود، بد نبود، یکم کند بود ولی میتونست بهترم باشه. خب منم حالم بد نیست، حالم یه جوریه ولی خیلی خوب نیست. میگه باشه بهترم میتونی باشه، حالا که نشده حال شما چطوره؟ میگه خدا رو شکر میکنم بد نبود مسابقه، اون کیفیت لازم رو نداشته، باید بیان دقت کنم و همه اینجوری اینجوری بشه تا بشه با توپ یه کارایی کرد، وگرنه که نمیشه از پشت اینجوری. میگه تمیز کردنم حتی کمک میکنه به مسابقه. مرسی که در خدمت ما بودید و ما شما رو دوست داریم. منم خوبم ممنون. خانواده سلام برسونید لطفا. سپاسگزارم. قربون شما. خدا نگهدار. بچرخون بچرخون اونو تا چیکار میکردی؟ همینجوری حرف میزدین الکی؟ بله ما مصاحبه داشتم با داور سرشناس. داور چرا چیزه؟ سایلنته. صدا نداره داور. نداره. من بیا. برای مسابقه. داور ویلکام بیا. داور من میام دوباره. بچه‌ها بریم برای مسابقه توی استادیوم. شماره 59. از بلندترین بازیکن بسکتبال بلندشین لطفا. 8 تا سواله که شما جواب برعکسشو باید بگی. از 8 تا 6 تاشو بگی جایزه میگی. از 8 تا 6 تاشو باید بگی. آره. اگه کسی 11 شب نخوابه شب 12 هم میمیره؟ چشون؟ بله. خوابیدن همون خواب دیدنه؟ خیر. زندانی 35. ملیکا از ژاپن. زندگی و زنمو ممکنه با هم جاری باشن؟ خیر. بابای عمو و پسرمو پدر و پسر میشن؟ بله. عمو بابای پسرعموه؟ خیر. دومین دیوار دفاعی دنیا از نظر طول در ایرانه؟ چی؟ بله. نزدیکترین نقطه به خورشید روی کره زمین در ایرانه؟ بله. اقیانوس آرام پوسه داره؟ خیر. آرایشگر افراد سرشناسی هستن؟ خیر. هندوانه میوه زمستانی نیست؟ خیر. برای جلو 66 شیره. محمد حسین شهریاری زاده هستم. نیما فامیلی رامبوده؟ بله. نیم کیلو آهن سبکتر از یک کیلو پنبه است؟ بله. 6 سال پیش میدونستید که امسال سال 94 میشه؟
بله. آب لیمو ترکیبی از لیمو آبه؟ خیر. 14. حدیث شیخی هست. امیرکبیر همون قائم مقام فرانی بود؟ خیر. شیر بزرگتر از ببره؟ خیر. نهنگ قاتل رام شدنیه؟ بله. دوچرخه سواری گواهینامه میخواد؟ بله. زرد آبی سبز میشه؟ خیر. حمام عمومی همان حمام نمره بود که ورود برای عموم آزاد بوده؟ خیر. تمسا میتونه گریه کنه؟ بله. شماره 5. زهرا مولایی. شبه 6 نقطه داره؟ بله. شهریار اهل شهرستان شهریار بوده؟ خیر. ساعتگرد یعنی از چپ به راست؟ بله. عذرخواهی نشونه ضعفه؟ بله. آب لیمو ترکیبی از لیمو آبه؟ خیر. 6 سال پیش میدونستید امسال سال 94 میشه؟ خیر. نیم کیلو آهن سبکتر از 1 کیلو پنبه است؟ بله. شماره 74. شیره. حسین زنگینه. کوتاه‌ترین روز سال به شب یلدا میرسه؟ بله. هندوانه میوه زمستانی نیست؟ خیر. آرشگر افراد سرشناسی هستن؟ خیر. اقیانوس آرام کوسه داره؟ خیر. نزدیکترین نقطه به خورشید روی کره زمین در ایرانه؟ خیر. دومین دیوار دفاعی دنیا از نظر طول در ایرانه؟ بله. عمو بابای پسر عموه؟ خیر. بابای عمو پسر عمو پدر پسر میشن؟ چی شده؟ بله. زندایی و زن عمو ممکنه با هم جاری باشن؟ بله. 92. شیره. نامتون؟ من صبحان مقایسی. نیما. آدم جدی بود. من خیلی معذور بودی. بیا ماشت کنم. مرسی. قربان شما. ممنونم. اسمتون رو بگی؟ مقایسی. سید صبحان مقایسی. مقایسی. آقای جمعا گوشان بگی زن تکنم. آره نمیشنم. نمیشنم. من از 5 بار تازه اشتباه بود. بلندترین قله دنیا اورست در ایران نیست؟ خیر. کوتاه‌ترین روز سال به شب یلدا میرسه؟ بله. هندوانه میوه زمستانی نیست؟ خیر. آرایشگر افراد سرشناسی هستن؟ خیر. اقیانوس آرام کوسه داره؟ خیر. نزدیکترین نقطه به خورشید روی کره زمین در ایران است؟ خیر. دومین دیوار دفاعی دنیا از نظر طول در ایران است؟ خیر. عمو بابای پسر عموه؟ بله. بابای عمو پسر عمو پدر پسر میشن؟ خیر. آبور 27. شیره. عالیه کریمی. امیرکبیر همون قائم مقام فرانیه؟ نخه. شیر بزرگتر از ببره؟ نخه. نهنگ قاتل رام شدنیه؟ نخه. ای بابا. دوچرخه سواری گواهینامه میخواد؟ بله. زرد آبی سبز میشه؟ بله. حمام عمومی همون حمام نمره بود که ورود برای عموم آزاد بوده؟ باید برعکسش بگم. من بله. گفتم فقط شده دیگه مونده. شما یه دونه رو بگی دیگه جایی نگیره. پس نگران نباش. سوالم نکنم. مهم نیست سوال آقایی که باید برعکس بگیم یا شبه 6 نقطه داره؟ خیر. شهریار اهل شهرستان شهریار بوده؟ بله. ساعت گرد یعنی از چپ به راست؟ بله. بردین. 91. 6 سال پیش میدونستین که امسال سال 94 میشه؟ بله. آب لیمو ترکیبی از لیمو آبه؟ نخیر. عذرخواهی نشونه ضعفه؟ نخیر. باختین. خب هدایاشونو بدین. بدین من تقدیم کنم. سرکار خانم مبارکتون باشه. مبارک. شما صاحب هر کدوم صاحب یک عدد کارت هدیه 250,000 تومانی از سه طرف 124 مربع شدید که مبارکتون باشه. وقتی دکتر نایبی به برنامه ما اومدن قرار بر این شد که شنبه ها رو روز لبخند در مترو اعلام بکنیم. یعنی کسی بدون لبخند نباید شنبه ها وارد مترو بشه. بقیه روزش قانونی میشه.
چی؟ چرا اونا رو قانون نمی‌کنید؟ بوی سیب بوی پیاز چرا قانون نمی‌کنید؟ نمی‌کنید. بوی تعرق چرا قانون نمی‌کنید؟ ما با گروه تخریب شما می‌جنگیم. قوی‌ترن ولی فعلا. شما تابستون ببین چه جوریه شما. ببین کی وزنش پرزورتره آقای جواد. چیکار می‌کنید شما؟ پیاز می‌خورین؟ سیر می‌خورین؟ پیاز می‌خورین. این نگاه در گوشی و تلفن همراه، روزنامه، کتاب، گوش کردن به حرفای اون روبرویی و این وریه و هر وری که بتوانیم، همین دیگه، از این کارهای از این قبیل. پس یادتون باشه شنبه ها روز لبخنده در مترو، همه باید لبخند بزنن. نمیشه ولی ببین چرا؟ چون با بوی سیر و پیاز اصلا اینا مغایرت نداره. خب نخورید آقا سیر و پیاز نخورید. الان من سیر خوردم. ببین شما بخند با تمرین کنید. نه با بخندی، مگه روز لبخند نیست؟ با شاید سخت با کنار بیا بخندم. من با خنده مشکلی ندارم، شما گفتین اونجاست. گفتگو با مردم یکی از بخش مهم برنامه‌مونه که شما لطف میکنید در جاهای مختلف و جاهای عمومی با گروه محمود کریمی عزیز گپ میزنین، حرف میزنین، معاشرت میکنین و در خندوانه برای ما یادگاری میزنین. متشکرم. بریم. ممنون میشم به ایسکا هم بگید که اعلام بکنم. تشکر برو میگم. چی میگه؟ یه مقداری قطار تأخیر داره، میخوان که در واقع دوتا ایسکا توقف نداشته باشیم، ایسکای بعدیمون توقفمون هست حسن آباد. به خاطر ما تأخیر کردیم؟ یه کوچولو. خب اسم شما چیه؟ من عباس خدام هستم. آقای عباس آقا شما شغلتون چی میشه آقای عباس آقا؟ من شغل سازمانیم هست، در واقع راهبر قطار مترو. ازدواج کردی؟ بله. رفتی خواستگاری گفتی من چه کارم؟ شغلمو گفتم، گفتم که من راهبر مترو، راهبر قطارم. بعد متوجه نشدن. گفتم که همون راننده، راننده مترو، همون راننده قطاره. آره. دوست نشتی مثلا خلبانشی؟ خب خلبانی رو خیلی دوست داشتم. اون شغلی بود که در واقع از بچگی بهش فکر می‌کردم. خلبانی. خلبانی. یا مثلا کشتیران شی، ملوان شی؟ نه خیلی به کشتی و اینا در واقع ولی خلبان دوستش. تا حالا لای درگیر کردی؟ چند باری خودم هم گیر کردم موقعی که به صورت مسافر سوار قطار میشم. بله. لای در اتوبوس گیر کردی؟ زیاد. لای در آسانسور گیر کردی؟ 5-6 بار. بله 5-6 بار. چرا درو میزنید وقتی که هنوز همه نرفتن تو؟ خب موقع در واقع مدت زمانی که برای توقف توی هر ایستگاه ما داریم در واقع یک مدت زمان محدودیه. شما که این مردم میذارید لای در؟ لای در که نمیذاریم، ولی خب گهگاه پیش میاد که به خاطر خودشون میمونن لای در. در واقع ترافیکی که تو خط هست ما مجبوریم یه مقداری زودتر حرکت بکنیم و تایمی که درها در واقع باز هست کمتر میشه و باعث میشه که در واقع مسافر پاش لای در یا کیفش یا خودش لای در بود. من از اینجا از همهشون مذرف خواهی میکنم اگر چنین اتفاقی براشون بود. راهبرای مترو چرا انقدر همهشون اخمو و عصبانی؟ خب شرایط کاری یه مقداری در واقع باعث این موضوع میشه. یعنی حرف منو تایید میکنی؟ محیط تنها بودن در واقع توی یک کابین هست. حرف منو تایید میکنی؟ به نوعی. ولی خب اون دلیل بر حالا یک نوعی خوده نکره خشونت یا در واقع ناراحتی نیست. نوع کار ایجاب میکنه که جدی باشیم توی کار. یعنی اینکه شما اخم کردی
اینجوری نیستش که از مسافرا ناراحتی یا مثلا مطلقاً اصلا دلگیری از چیزی نه اصلا دلیلی نداره یا حقوقتو ندادن نه همینجوری بالاخره جدی است دقیقاً مسرات سر نمیره یه کاری نمیکنی یا خب اینجا یه تفریحی موزیک چیزی خب حسنه که سر میره ولی خب موزیک نمیشه در واقع اینجا گوش کرد مثلا با گوشید نمیری تو شبکه‌های اجتماعی نه موزیک غیر مجازه در واقع توی موزیک غیر مجاز نه حالا موزیک مجاز موزیک مجاز هم باشه در واقع تو محیط کابین گوش کردن به هر گونه در واقع موسیقی یا حالا هر چیز دیگه در واقع مجاز است چون اون تمرکز رو در واقع از راهبر میگیره ای بابا این که مترو دیر میاد تقصیر شماست یا تقصیر کیه؟ دلایل خیلی زیادی هست که در واقع باعث میشه که مترو سر وقت نرسه گهگاه مسافرها حالا پاشون بین درگیر میکنه یا حالا بعضی هم پاشون خودشون میذارن بین در که در واقع در دوباره باز بشه که بتونن بقیه هم سوار بشن این چیه؟ از مرکز کنترل ترافیک تماس بگیرید بله بفرمایید بله سعی میکنیم که جبران کنیم متشکرم مرسی خدا نگهدار چیم به جبران برنامه در واقع عقب افتاده بودیم از لحاظ زمانی سعی میکنیم که در طول مسیر یه مقدار توقفمون رو کمتر بکنیم جریمه شدی رفتی که بله آره سعی میکنیم که نه جریمه که نه ولی خب در حد اخطار بود فعلا شما با مترو میری خونه؟ بله چون مسیر خونه در واقع نزدیک خود ایستگاه مترو هست بهترین وسیله‌ای که استفاده میکنم خود مترو هیچ وقت خانم دینا نیوردی تو کابین یه بار بگی که مثلا ببریش تا اون بر بیاری اینجوری ببینه نه هیچ وقت اصلا اجازه این کار نه یوشه که خسته نباشین خسته نباشین شما هم خسته نباشید متشکرم مرسی خیلی ممنون از برنامه‌تون و زحمتی که کشید متشکرم همیشه بهتون بشاد باشید متشکرم خدا نگهدار شما موسیقی همسه جوان هستم هندوانه چقدر خوشحالم که یک بار دیگه توفیق حضور پیدا کردم در برنامه خندوانه آقا عجب برنامه ایست این خندوانه مخصوصا موقعی که منو دعوت میکنه خیلی حاله خیلی از من باحال‌تر کسی دیده؟ نه احسن بزنیم برای خودتون آقا متشکرم میگم من از مازندران میام آره رامبد این برنامه رو تقدیم کرد به گیلان خب حالا یه 10 دقیقه‌ش هم ما تقدیم میکنیم به مازندران چرا که نه واسه این دستم میزنیم افتخار مازندران من از مازندران که می اومدم تا اینجا اتفاقاتی دیدم که نباید می دیدم مثلا فکر کن ماشینایی که دارن میرن بطری خالی آبو دارن پرت میکنن پوست موز و پوست پرتقال پرت میکنن
راننده‌ای که من آورد خودم شاهد بودم یه دور بطری خالی آب و پرت کرد رفت توی اون دره کجاست خدایا گدو کن ورا. حالا اون اتفاق نباید میافتاد، افتاد. اتفاق دیگه‌ای که باید بیفته معمولا نمیافته. مثلا فکر کنید از مازندران تا تهران یا از گیلان که رامبد امروز صحبتش کرد تا تهران، شما ماشینا رو نگاه کنید، چهره های راننده ها، سرنشین های اتومبیل نگاه کنید، چند تا چهره خندان میبینی؟ قیافه همه اینجوریه. مثلا این آقا به هم برای چی بخندیم آقا؟ به چی بخندیم؟ به بنزینی که گران شده بخندیم به چی بخندیم؟ حالا صحبت کمدی و خنده که میشه، مسائل انتقادی همیشه دیگه جزء لاینفک کمدی، به هر حال یه گوشه‌های انتقادی وجود باید داشته باشه. منتها ما نمی‌دونیم وقتی کار کمدی می‌کنیم از کی انتقاد کنیم، به کی بپردازیم. مثلا راجع به مسائل اجتماعی ناراحت میشم دیگه، بالاخره یه شیب ملایمی وجود داره، نباید با شیب ملایم کسی نباید ناراحت بشه، ولی واقعا یه موقع آدم ظرفیتش پایینه با همون شیب ملایم ناراحت. خب ما این چیزا رو نمی‌تونیم بگیم، میگیم خب راجع به کی صحبت کنیم، پسر خاله و اینا که فامیل ناراحت میشن. من این اواخر رسیدم که بالاخره با خانومم شوخی کنم، الان یک ماس قهره با من. در یه برنامه گفتم که ببینید چقدر خوشگل شدم من، چقدر ناز شدم من، ببینید چقدر جیگر شدم من. خب گفتن که خب که چی؟ گفتم میخوام زن بستونم. آره حالا ماجرا چیه؟ توی سریال پایتخت قرار بابا پنجعلی زن بگیره، نه علیرضا خمسه یا خمسعلی، نه پنجعلی. آقا چه کار کنیم؟ خانم قهر کرده، نمیدونم چی کار کنم. گفتم خدا هر کس که مادر داره واقعا براش نگه داره، چون مادر میدونی همه اشکالات فرزندش و بچهش رو میبخشه، همیشه با یه روحیه خاص و مثبتی به فرزندش نگاه میکنه. من مهمترین شوخی که تو برنامه خندوانه کردم شوخی بود که با مامان جونم کردم، و جالبه که برنامه رامبد و همون برنامه که طرفدار زیادم داشت ضبط شده شد، من اولین بار منزل مادرم دیدم به همراه خانواده. جالبه خواهرم به شدت ناراحت بود، برادرم ناراحت بود، ولی مادرم قشقش خنده میزد. یادتونه تعریف کردم که وقتی من به دنیا اومدم به مادرم نگاه کردم تعجب کردم چرا اینقدر مامان من زشته. حالا همون موقع مادرم داشت گریه میکرد که بچه من چرا اینقدر زشته. بکن این گریه و خنده باعث شده بود که اون بشه مادر گریان، من بشم علیرضا خندان. حالا از اون شوخی گرفتیم تا رسیدیم به خانم خودم، با دختر خودم نمیتونم شوخی کنم. گفتم که رامبد جان بذار من برگردم به خانواده خودم، با مادر خودم، با خانواده اصلی خودم شوخی کنم، اونایی که امکان به اصطلاح پذیرش شوخی و انتقاد رو دارن. آقا همین مادر عزیز و دلبند بنده که عاشقش هستم، عرض کردم برکت زندگی ما هم هست و هر کس داره خدا حفظش کنه، این سیستم تعلیم و تربیت عجیب و غریبی داشت. مثلا توی نظام آموزشی ایشون بچه یا باید قبول میشد یا رفوزه، تجدید نباید میشد. یعنی گوش ما رو میگرفت اردیبهشت، از اردیبهشت تا خرداد گوش تک تک ما 12 تا بودیم، 3 تاش بر اثر همین گوش کشیدگی مرد. اصلا بکن 3 تاشون فوت شدن. گوش میگرفت میگفت که ببین خرداد نزدیکه، امتحانات نزدیکه، یا قبول میشی یا رفوزه، تجدید بشید باباتونو در میارم. بابا ما هم سفر بود، اصلا جایی نبود که کسی بتونه درش بیاره. حالا ماجرا چی بود؟ اینکه مادر من خیلی خوشگذرون بود، حتما تابستونا باید میرفتن یعلاق، امامزاده، قشلاق، بالاخره توی سفر بودن. بچه‌هایی که قبول می‌شدن خب خوشحال می‌شد مادرم که تابستون می‌تونه بره. به همون اندازه هم وقتی رفوزه می‌شدیم خوشحال می‌شد، چون تکلیف روشن بود، تابستون می‌تونستیم. امان از موقعی که تجدید می‌آوریم واقعا دیگه دیوانه می‌شد، چون ما باید کل مثلا تیر و مرداد و شهریور رو باید می‌موندیم درس می‌خوندیم. این مال سیستم آموزشیش. سیستم پرورشیش هم جالب بود. بچه‌هایی که
به هر حال سر شب خوابشون بره دیگه. ما میگم که همجور شیر به شیر بودیم. بدم افتخار مادر. ماشاءالله جواد عزیز. بعد من پسر بزرگی بودم، پسر کوچیکه به دنیا آمده بود. مثلا بچه‌ای که حالا تازه به دنیا آمده سر شب خوابش میبره. سر شب مثلا 8 شب، 9 شب، 10 شب خوابش میبره. این مدام اون بچه کوچیکه رو میگرفت و بهش خوراکی میداد. چون پسر بود میگفت پسر بچه وقتی که خوابه غذایی درست میشه، تهیه میشه، صرف میشه، حتما باید از اون به این بخورونی. خب فکر کن حسین ما برادر کوچیکه من مدام تو خواب داشت چیز میخورد. فکر کن 9 ماهش بود چیز میخورد، 10 ماه، 1 سالش و 9 سالش و 12 سالش و 18 سالش و با ساعت مثلا 12 شب مهمون میمد، کبابی درست میکردن، شامی قرمه سبزی چیز درست میکردن، همه میخوردن. حسین ما خوابیده بود، مامان هم میره با بشقاب بالا سرش دهنشو باز میکرد. خب حالا این بچه چی شده؟ بچه دوچار یه عارضه شده به اسم راه رفتن در خواب، هنگام خواب، غذا خوردن به هنگام خواب. خانمش میگه حسین ساعت 12 که میخوابه از 2 شب نصف شب پا میشه همینجور دنبال مامانش میگرده که به این غذا بخورونه. اینا حالا ایناش مهم نیست، مهم اتفاقاتی بود که بچه بعد از خوردن مثلا هندوانه تو رخت خوابش میفته. فکر کن هندوانه تابستون که میدونید همیشه عطرش پیچیده تو خانواده های سنتی، بعد این حسین ما هم که میخوابی سر شب 9 شب 10 شب، حالا مهمون اومده یا دارن خودشون هندوانه میخورن، حتما باید یه قاشق میکرد تو دهنه این. بعد این همطور که میخورد دیگه خواب بود دیگه، یه اتفاقات بیولوژیکی هم 2-3 ساعت بعدش میافتاد. یعنی میومد بره میدید مثلا جا تره و بچه هم هست. خیلی خیلی من مامانم دوست دارم، من فقط با مامانم شوخی میکنم. خیلی خوشحال شدم که یه بار دیگه این توفیق رو پیدا کردم بیام خدمتتون. برنامه روزانه‌تون حتما حتما این باشه که 10 تا 15 دقیقه حتما بخندید. شیوه های خندرم رامبد عزیز هر بار براتون تشریح میکنه. یکی از این شیوه ها که مربوط به باشگاه خنده است، خنده تلفن همراه. همه گوشی های خیالی دستشون باشه، گوشی های خیالی دستشون باشه، همه گوشی ها دستشون باشه. حالا داره چیزای خنده دار به اون میگه طرف. آقا گوشیاتون رو خاموش نکنید، گوشیاتون رو خاموش، گوشی نگه دارید. این شیوه جهانیه، بهش میگن خنده تلفن همراه. ولی از تلفن همراهتون شما سعی کنید استفاده بیشتر ببرید، فقط باهاش نخندید. کارهای بانکیتون هم با این انجام بدید، کارهای پستیتون، خیلی از کارا رو میشه با همین تلفن همراه انجام داد. آقا یادتونه ستاره 724 مربع یادتونه؟ آره، که زنگ میزنیم آقا حسابمون، آقا بدهیمون، آقا پردا. یکی از بچه ها میگفت الو جانم، یکی از بچه ها همین پشت خطه میگفتش آقا این ماجرایی که شما تعریف میکنید نیاز به رمز دوم داره. گفتیم خب آره دیگه، برای پردا. گفت ما شنیدیم که سوء استفاده میشه. از چی سوء استفاده میشه عزیزم جان؟ میگه وقتی که ما میخوایم یه چیزی بپردازیم نکنه رمز دوم بدیم اونجا ثبت بشه و ازش سوء استفاده های احتمالی. آقا این تلفن همراه رو بکوبی همه با هم زمین بکوب. خب من باید برگردم مازندران. برنامه تقدیم شد به اهالی خوب شمال، از گیلان تا مازندران. آره میخوام بریم مازندران، منتها میخوام همه، چون این سرودی است که مازندرانی ها برای بابا پنجلی میخونه. خب با هم تمرین کنیم که اجراش کنیم. اینجوریه، بابا پنجلی میخونه، میگه ستاره آسمون دنبال دار نبیا. شما باید بگین نه نه، شما این نباید بگین، شما باید بگین بیا 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 بیا
بیا بیا بیا بیا بیا بیا ستاره آسمون دنبال دار نبیا بیا 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 همه تقصیر من خالن دار نبیا بیا 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 میخوام برم مازنون میخوام برم مازندرون برو 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 آقا برو 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 بیا 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 برو 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 بیا 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 برو 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 بیا 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 برو 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 آماده این با هم دیگه آواز بخونیم؟ بله قربونتون میرم آماده یک دو سه چار ایران من همیشه پرچمش بالا میمونه دلش برسه چون میدونه مشتش هم گرم میمونه بایستادیم پشتش همه با هم همه با هم میسازیم این راه را با هم همه با هم اینا بولن بگیم دوره هم آماده این که اینا بولن بگیم دوره هم ملت ایران بلند شین لطفا ملت ایران خیلی دوستتون دارم همیشه شاد باشین همیشه هم پرروزی شاد باشین پایگاه اطلاع رسانی راسخون